خوش آمدید. همونطور که مستحضر هستید، در هفته های آغازین ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا هستید. وی در آغاز ریاست جمهوریش و در همین روزهای آغازین دست به اقداماتی زده که این اقدامات جنجال های بسیار را آفریده، از لغو قراردادهای بین المللی گرفته تا وضع قوانین مهاجرتی خاص که اعتراضات و انتقادات زیادی را برانگیخت، و حالا چشمانداز خیلی روشنی از سیاست‌های آینده آمریکا ترسیم نمی‌شه کرد در حال حاضر. همه در ابهام هست و همه منتظرند که دونالد ترامپ در ادامه کارهایش دست به چه اقدامات و سیاست‌هایی خواهد زد. اینکه آمریکا با ترامپ به کدام سمت حرکت می‌کنه و حالا این رویه و این شیوه عمل به ترامپیسم در حقیقت مشهور شده، موضوع بحث این برنامه ساعت سیاسی است و سعی می‌کنیم که به ابعاد و زوایای مختلف گرایش دونالد ترامپ به سیاست داخلی و بین المللی بپردازیم و نگاهی خواهیم داشت به چشمانداز آینده این سیاست ها. در این بحث در خدمت جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و به این برنامه خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون تمدن. سلامت باشین. بحث از اینجا آغاز بکنیم آقای دکتر، که همونطور که اشاره شد اقدامات ترامپ در روزها و هفته های آغازین جنجالی بوده و انتقادات زیادی را برانگیخته. تا اینجای کار شما گرایش حکومتی ترامپ را چگونه ارزیابی کردید؟ من فکر میکنم که ترامپ یا پدیده ترامپیزم یک روند جدید در ایالات متحده امریکاست و نشانگر رادیکال شدنی جامعه ایالات متحده امریکا می باشه. بنابراین آنچه که در ارتباط با گرایش حکومتی آقای ترامپ می تانه مطمئن نظر قرار بگیره است که یک فرایند جدید داره در ساختار حکومت ایالات متحده شکل می گیره و به گونه یک نوع بدعت سیاسی و ساختاری را ترامپ می خواهد به منصه ظهور برسانه. به همین دلیل که نوع واکنشی که در برابر این ساختار در داخل ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و همچنین معادلات جهانی به گونه از این فرایند تأثیر پذیرفته، کاملا متمایز است با کنش هایی که قبلا رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا برای در پیش گرفته بود. بنابراین باور من است که آنچه را که ترامپ تأکید کرده که و بود اقتصاد داخلی ایالات متحده می پردازه یا در حوزه سیاست خارجی یک فرایند جدید را مورد توجه و دقت نظر قرار می ده، یا در ارتباط با ورود مهاجران سیاست های جدید را مورد توجه قرار می ده، اینا شاخص های اصلی حکومتداری آقای ترامپ را مفصل بندی می کنه، یعنی پدیده مهاجرت، سیاست خارجی و اقتصاد ملی ایالات متحده. اما گرایش های آقای ترامپ نشان میده که در هیچ یک از این سه حوزه آقای ترامپ واقعیت های سیاسی ایالات متحده و جهان را در نظر نگرفته. به عنوان نمونه، اگر بحث پدیده مهاجرت که این روزه به یک اتحاد سراسری علیه آمریکا تبدیل شده ما در نظر بگیریم، یا بحث روی کرد سیاست خارجی آمریکا را از جمله بهبود روابط با پوتین را با واکنش در داخل ایالات متحده روبرو شده، و همچنین بود اقتصاد ملی آقای ترامپ با انتقادهای گسترده در سطوح داخلی و بین المللی روبرو شده، و حتی متحدان ایالات متحده آمریکا خواستار این شده که ورود ترامپ به کشورها از جمله بریتانیا ممنوع شده و تومارهای گسترده‌ای داره در ارتباط امضا میشه. این نشان میده که این گرایش حکومتی یک گرایش بیمار و عقیم در مناسبات بین المللی امروزه هست. بنابراین برداشت ما است که ترامپ نیازمند یک دوره زمانی یادگیری میباشه و در حال حاضر هم این دوره را سپری میکنه، اما امیدواری است که دوره طولانی نباشه، وگرنه هم ایالات متحده آمریکا و هم جهان را با دردسرهای زیاد روبرو خواهد کرد. بله، شما به فرمان مهاجرتی اشاره کردید.
و همین موضوع درست است که انتقادات و اعتراضات زیادی را برانگیخته. آخرین اقدام ترامپ هم در ارتباط با این موضوع برکناری سرپرست وزارت عدلیه یا دادگستری آمریکا بود که به نحوی سرپیچی میکرد از این فرمان. خب یک واقعیت هست که آمریکا جزء مهاجرپذیرترین کشورها در جهان بوده و خود کشور آمریکا را میشه تشکیل یافته از مهاجرت های گوناگونی دانست که در طول تاریخ این کشور به این کشور صورت گرفت، یعنی کشوری ساخته شده از مهاجران. چنین موضوعی با توجه به این بافت یا ساختار اجتماعی آمریکا، چنین فرمانی چه اثرات و پیامدهایی میتونه برای این کشور داشته باشه؟ خب اولا واکنش های را در داخل ایالات متحده آمریکا باز تولید خواهد کرد که نمونه از او را ما در این روزها شاهد هستیم. حتی قرار است علیه آقای ترامپ و فرمان آقای ترامپ اقامه دعوا صورت بگیره و در واقع نهادهای مدنی و حقوق بشری و رنگین پوستان و اقلیت‌های دینی و هویتی بسیار نگران هستند که این پدیده میتونه یک شکاف گسترده در داخل ایالات متحده آمریکا به وجود بیاره، چون اصولا ساختار ایالات متحده متشکل از گروه های مختلف هویتی، قومی و مذهبی و دینی می باشد. بنابراین بسیار دشوار است که در یک جامعه چند هویتی و چند فرهنگی شما بتانید تمایز را به گونه ایجاد بکنید که نشانگر یک نوع تبعیض ساختاری باشد. پس این گسست در داخل ایالات متحده آمریکا به وجود میارد. دومی که به نظر می رسد که برای کشورهای اسلامی یک فرصتی به وجود آمده که بیشتر تأمل بکنه و بیش از این احساس حقارت را از سوی قدرت‌های امپریالیستی تحمل نکنه، یعنی به جای خوشخدمتی به رژیم اسرائیل یا در واقع فاشیست‌های مثل آقای ترامپ تلاش بکنن که به طرف همگرایی بیشتر حرکت بکنه. در غیر از این صورت اگر امروز نوبت 7 کشور مسلمان هست، فردا نوبت کشورهای دیگه خواهد بود که امروز از این فرایند اظهار مسرت و خوشحالی میکنه. بنابراین یک فرصتی هست که ما یک کمی درنگ بکنیم، تأمل بکنیم که مسلمان ها با چی فرایندی حتی ذلتباری داره روبرو میشه به دلیل روند فرقه گرایی و نبود همگرایی که امروزه در جوامع اسلامی وجود داره. و دیگه یکی واقعا ایالات متحده آمریکا ساختارش یک ساختار مهاجرتی هست، بنابراین شما بسیار دشوار خواهد بود که بتانید زمینه ورود مسلمانان را و دمساز کردن اونا را با تروریست ها به گونه سد بکنید که ایالات متحده آمریکا مسئول تر شود. این یک درک بسیار ناقص و سطحی هست که بحث تروریسم را ما بیاییم پیوند بزنیم به پدیده ورود مهاجران مسلمان به خصوص از کشورهای خاص، چون این یک فرایندی هست که یک بخش ازی به سیاست سلطه‌گرانه غربی ها از جمله ایالات متحده آمریکا برمیگرده، بخش از این برمیگرده به نوع ساختار فکری که او هم در پیوند با شماری از قدرت های غربی و به خصوص قدرت های استعماری وقت گره خورده. بنابراین این نگاه که ما در واقع پدیده تروریسم را بیاییم با یک روند بسیار سطحی و حتی عوامگرایانه و پوپولیستی مورد تحلیل و واکاوی قرار بدیم، من فکر میکنم که برخلاف واقعیت‌های جامعه ایالات متحده آمریکا و واقعیت‌های سیاست بین الملل میباشه. بنابراین باور من است که پیامدهای از این برای ایالات متحده آمریکا بسیار سنگین خواهد بود و مهمتر ای که این او سیاست که آقای ترامپ ادعا میکنه در راستای محو تروریسم یا ایجاد محدودیت برای تروریست ها داره صورت میگیره، کاملا یک فرایند وارونه و انحرافی است. برعکس فرصت برای سربازگیری تروریست ها فراهم میکنه و اینا میتونه با استناد به امی سیاست و ممنوع کردن ورود مسلمانان سربازگیری بکنه و منطقه را با آشوب بکشانه. پس بنابراین جهان با این سیاست آقای ترامپ بیشتر ناامن میشه، همان گونه که ایالات متحده آمریکا بیشتر ناامن میشه. بنابراین یک سیاست کاملا غیر عقلانی و غیر منطبق با سازه های مناسبات بین المللی هست. تحلیل عمده در مورد ترامپ ای است که عمدتا ترامپ را آغازگر
یک جریان راست افراطی در غرب میدانند، جریانی که میتونه منجر شود به تقویت فاشیسم و یا حتی ایجاد دولت‌های فاشیستی در غرب. حالا خود نمونش آمریکا، یک نمونه احتمال دیگه میتونه مثلا روی کار آمدن مارین لوپن در مثلا فرانسه باشه یا موارد مشابه دیگه. حالا یه اصطلاحی که شما هم از او یاد کردید و در ابتدای برنامه هم مورد اشاره قرار گرفت به عنوان پدیده ترامپیسم مطرحه. آیا ترامپیسم یک ایدئولوژیه؟ من فکر میکنم که ترامپیسم یک جریان سیاسی نوظهور در داخل ایالات متحده آمریکا هست، با توجه به اینکه ایدئولوژی ها در کشورهای غربی دیگر رنگ باخته یا به قول نیچه عملا مرده هست. من فکر میکنم که بیشتر ما میتونیم ایره یک فرایند سیاسی یا یک جریان سیاسی که البته رنگ و بوی در واقع ایدئولوژی های رادیکال رو با خود گرفته مورد تحلیل قرار بدیم. با توجه به شکست هایی که ایالات متحده آمریکا طی سالهای گذشته در کشورهای مختلف در حوزه سیاست خارجی متحمل شدند و قدرت های رقیبی ایالات متحده توان چانه‌زنی و به چالش کشیدن ایالات متحده را در سطوح منطقه‌ای و بین المللی احراز کردند، بنابراین این یک جریان سیاسی نوظهور و رادیکال و در واقع آمیخته با رنگ و بوی یک نوع رادیکالیسم در داخل ایالات متحده میتونه مفصل بندی شود. یعنی نمیتونه به عنوان یک ایدئولوژی مطرح باشه؟ خب او تعبیری را که ما در ادبیات سیاسی از ایدئولوژی داریم باور من هست که با او روند ما نمیتونیم این را مورد تحلیل قرار بدیم. ببخشید، چون وقتی که ما از ترامپیست صحبت میکنیم روی اقدامات، شعارها و رفتار ترامپ عمدتا تمامی گروه های به اصطلاح ایدئولوژیک واکنش نشان دادن، مسیحیان، مسلمانان، حتی یهودیان. یعنی این را بعض وقتا در برخی از تحلیل ها، البته این عمومیت نداره، به ایدئولوژی تعبیر کردن که در مقابل این ایدئولوژی های در حقیقت سنتی حالا خودش رونمایی میکنه. من اشاره کردم که بیشتر میشه یه یک جریان سیاسی ارزیابی کرد تا جریان فکری که بیشتر منطبق باشه بر داده های ایدئولوژیک. به هر حال جامعه ایالات متحده آمریکا داره یک چیز نشان میده و او نگرانی رو برای بسیار از کشورها تولید کرده که اما فرایندی که نازی‌ها در آلمان مورد توجه و دقت نظر قرار دادن داره در داخل ایالات متحده آمریکا تحت پدیده با باور ما سیاسی ترامپیزم داره شکل میگیره و مفصل بندی میشه. ببینید، به همین دلیل است که امروزه جهان واکنش های بسیار جدی را نشان داده، یعنی توجه به یک نوع پوپولیزم و در واقع گریز از واقعیت هایی که امروزه در داخل ایالات متحده آمریکا و جهان وجود داره باعث این شده که ما با یک فرایند جدید روبرو باشیم که عملا صدای پای فاشیزم را به گوش جهان میرسانم. پدیده ای که در آلمان مدرن امروز شکل گرفت و هتلر آمد در واقع فرایند فاشیستی را مورد توجه قرار داد و میلیون ها انسان قربانی او روند شد، در حال حاضر دقیقا امطور یک جریانی در داخل ایالات متحده آمریکا شکل میگیره. به همین دلیل من اشاره کردم که اما دال ارشد این گفتمان یا پدیده ترامپیزم فرایند سیاسی هست که متأثر است از وضعیت سیاسی که در داخل ایالات متحده و در نقطه های مختلف جهان شکل گرفته، اما که میشه رنگ و بوی در واقع ایدئولوژی هم به خود بگیره و در نهایت یک خطر را هم برای ایالات متحده آمریکا و هم برای جهان باز تولید بکنه. منتها با این تفاوت او زمانی که نازیسم و فرایند فاشیستی در آلمان شکل گرفت جهان به این پیمانه توسعه پیدا نکرده بود، رسانه ها، افکار عمومی، عقلانیت سیاسی وجود نداشت، ولی امروزه باور من است که اینا چالش های بسیار جدی در برابر پدیده ترامپیزم می باشه، هم در داخل ایالات متحده آمریکا و هم در بیرون از ایالات متحده آمریکا. بنابراین مجال
رشد و توسعه ترامپیزم به باور ما بسیار اندک است و این نیازمند همون چیزی که من پیشتر اشاره کردم یک دوره زمانی یادگیری هست تا آقای ترامپ واقعیت های ایالات متحده منطقه و جهان را به درستی بتونه درک بکنه. اما بعضا جریان های مشابه دیده میشه، حالا درسته ممکنه روی کار آمدن ترامپ در امریکا آغاز کار باشه، اما این آغاز کار با همراهی برخی جریان ها در اروپا، حالا آن چیزی که ما در فرانسه شاهدش هستیم، قضیه برگزیت در بریتانیا، یا مثلا بعضی از جریان های افراطی در برخی از کشورهای اسکاندیناوی، فکر میکنید که این جریان ها اگر در همسویی با ترامپ قرار بگیرن نمیتونن یک جریان مخوف فاشیسم را در جهان بازتولید بکنن؟ نگرانی جهان دقیقاً همین نقطه هست که در واقع فرایندهای مبتنی بر روند نجات پرستانه و یا جریانهای فاشیستی داره در غرب به تدریج نیرومندتر میشه، چون یک گفتمانی در داخل ایالات متحده داره شکل میگیره که بر محور رئیس جمهور کشور خود را پیکربندی میکنه. به همین دلیل است که در سایر کشورهای غربی ما شاهدی هستیم که تندروها داره به تدریج صدایش به یک گفتمان تبدیل میشه و همین مسئله البته برعکس مقاومت جدی را هم ساماندهی کرده، یعنی گروه هایی که مبتنی بر نهادهای مدنی میباشه یا صداهای حقوق بشر را بازتاب میته، اینا هم به امو پیمانه داره نیرومند میشه. اگر قبلا به عنوان یک فرایند خفته فعالیت میکردن، در حال حاضر اینا هم خود را بیشتر سازماندهی میکنه. به همین دلیل که من اشاره کردم که اصولا جریان تندرو و رادیکالی که در غرب با محوریت ترامپ داره شکل میگیره، به امو میزان در واقع گفتمانهای ضد خود هم در درون این جوامع داره پرورش میده. به این دلیل است که با توجه به افکار عمومی که امروزه به صورت بسیار جدی واکنش نشان میده و همینطور تومارهایی که داره حتی امضا میشه در برابر پدیده ترامپیزم و جریان رادیکالی که در غرب داره خود تقویت میکنه و همینطور مهمتر از همه جریان قوی رسانه‌ای که در غرب وجود داره یا امپراتوری رسانه‌ای که امروزه غربی ها از او بهره‌مند هست، کار ساده ای نیست که جریان های تندرو رادیکال و به تعبیر دقیق تر مسلمان ستیز آنقدر نیرومند شود که در واقع به عنوان یک جریان فکری بتانه خود را در سطح جهانی بازتاب بده. این دقیقا مثل گروه های تروریستی و تکفیری میمانه که در جهان اسلام به عنوان یک پدیده رادیکال در واقع شکل گرفته و یک چند سباهی و یک چند روزی تانستن یک قلمروی را هم برای خود تحت عنوان خلافت اسلامی باز تعریف بکنه. من فکر میکنم که در غرب هم ما دقیقاً چنین فرایند را شاهد هستیم. خود غربی ها در برابر از این واکنش نشان خواهد داد که نمونه از ما در تظاهرات گسترده که امروزه علیه ترامپ شکل میگیره شاهد هستیم، همان گونه که گروه های تکفیری در جهان اسلام علارغم حمایتی که امی غربی ها داشتن و همینطور شماری از کشورهای منطقه، در نهایت ما دیدیم که نه تنها جاذبه معنایی پیدا نکردن بلکه هیچ کشور اسلامی حتی امو حامیانی از این گروه های تکفیری حاضر نشدن که این گروه ها را به عنوان گروه های بشناسه که گویا از ایدولوژی اسلامی نمایندگی میکنه، بلکه به عنوان گروه های انحرافی و جریان های وابسته و در واقع غیر اسلامی اینا را مورد توجه دقت نظر قرار دادن. بنابراین من فکر میکنم که این پدیده هم میتونه با اینمی گروه های تکفیری در جهان اسلام بیشتر سنخیت و سازگاری داشته باشه و به گونه با اونا دمساز شوه. متشکرم. حالا ترامپ در روزهای گذشته اقداماتش بیشتر در جهت تغییر ساختار نهادهای گوناگون بوده. مثلا در همین چند روز اخیر بحث روی شورای امنیت ملی امریکا بسیار زیاد بوده. ساختار قبلا به این گونه بود که رئیس سیا جزء این شورا نبود، اما حالا ترامپ طی دستوراتی میآید برخی از اعضا را کم و زیاد میکنه و به اصطلاح مشاور شورای امنیت هم حرف و حدیث هایی داشته و جنجال هایی را آفریده. اقدامات ترامپ به لحاظ ساختاری فکر میکنید که چگونه خواهد بود؟ و یک سوال اساسی این است، همواره گفته شده که در کشوری مثل امریکا ساختار و نظام سیاسی است که سیاست ایجاد میکنه نه فرد،
اما حالا به نظر میرسه که یک سری تغییراتی آمده. آقای ترامپ به عنوان یک فرد داره تغییراتی در سیاست های امریکا میاره. جدال بین ساختار و فرد در این بین چه نتیجه ای خواهد داد؟ خب ساختار سیاسی ایالات متحده امریکا هرچند محدودیت هایی را برای رئیس جمهور خلق کرده و او را در دستور کار قرار داده، ولی تاریخ تحولات سیاست معاصر ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که رؤسای جمهور زیاد پایبندی ساختارها نبوده. یعنی از نظر ساختاری اگر ما بحث کنیم، هم کنگره، هر دو مجلس سنا و نمایندگان و دیوان عالی در واقع محدودیت های را در کنار پنتاگون و سازمان استخباراتی سیا برای رؤسای جمهور در نظر می گیرد و حتی در موارد محدودیت های بسیار جدی می تانه باز تولید بکنه. یک بحث بسیار پردامنه ای هست که خب در این میز نمی گنجه که چطور رؤسای جمهور ایالات متحده امریکا هر کدامشان پار از ساختارها فراتر گذاشتن و تانستن بحران های را هم برای ایالات متحده امریکا خلق بکنه و هم برای کشورهای منطقه و جهان. من فکر میکنم که با توجه به نظام ریاستی ایالات متحده و اختیارات فوق‌العاده‌ای که رئیس جمهور داره، کارگزاران در ایالات متحده امریکا بیشتر تانستن از ساختارها عبور بکنه و آقای ترامپ به باور من هم مستثنا از این فرایند نیست. بنابراین در حال حاضر تنش آفرینی که ترامپ در سطح جهان به وجود آورده نشان میده که این ساختارها زیاد نمیتونه محدودیت برای کارگزار ایجاد بکنه. پس شما قائل به این هستین که آقای ترامپ به شعارهای انتخاباتی خودش عمل خواهد کرد؟ برداشت ما ایست که آقای ترامپ هم با توجه به یک کابینه رادیکالی که تشکیل داده و نقش حکومت سایه در داخل ایالات متحده امریکا و لابی صهیونیستی و حتی بسیاری از همکاران ارشد آقای ترامپ یهودی های مسلمان ستیز هستند که اینا در واقع یک تفکر فاشیستی دارند. بنابراین با توجه به این فرایند باور من است که آقای ترامپ یک مدت زمانی تلاش خواهد کرد که هم اقتدار خود به نمایش بگذاره، هم بین نظر و عمل در واقع یک توافق ایجاد بکنه و هواداران خود را همچنان حفظ بکنه که آنچه را که ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود به مردم امریکا و جهان وعده داده بود دقیقا اونا را میخواه مرحله به مرحله به منصه ظهور برسانه. به همین دلیل است که ما برای آقای ترامپ به صورت ناگزیر یک دوره زمانی یادگیری را باید در نظر بگیریم و امیدواری است که این دوره طولانی نباشه، وگرنه باور من است که ترامپ این سیاست های خود را ولو به صورت نسبی به منصه ظهور خواهد رسان، به همین دلیل که امروزه جهان در واقع یک تکانه جدی درش ایجاد شده و واکنشی که در برابر ترامپ شکل گرفته در تاریخ ایالات متحده امریکا و حتی جهان بی سابقه هست. بنابراین من فکر میکنم که به هر میزانی که فشار افکار عمومی بر ترامپ و کابینه ترامپ بیشتر شود، نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری واکنش جدیتر نشان بده، این دوره زمانی یادگیری ترامپ کوتاه‌تر خواهد بود. در غیر از این صورت هم ایالات متحده و هم جهان هزینه های بیشتری را متحمل خواهد شد. بله. حالا تحلیلگران اروپایی در این بین معتقدند که ترامپ باعث تضعیف هرچه بیشتر اتحادیه اروپا و ناتو خواهد شد. اتحاد را در این اتحادیه برهم میزنه، کما اینکه حالا حرف حدیث هایی هم وجود داره و برخی ها این سوال را مطرح میکنن که اتحادیه با این اتحادیه با فروپاشی مواجه شده. آیا اقدامات ترامپ منجر به از بین رفتن اتحادیه اروپا و یا احتمالا ناتو خواهد شد؟ من فکر نمی کنم که اتحادیه اروپا و یا ناتو در اثر سیاست های ترامپ کاملا یک روند افولی را طی بکنه. اشاره کردم که دیری نخواهد پایید که واکنش های جدی از سوی همکاران اروپایی ایالات متحده در برابر سیاست های ترامپ شکل خواهد گرفت و ترامپ درک خواهد کرد که ناتو به عنوان بازوی سیاست خارجی امریکا در منطقه و در جهان عمل میکنه. پدیده پیشروی به سوی شرق که یک بود سیاست خارجی امریکا را مفصل بندی کرده بدون ناتو ناممکن هست. بنابراین من فکر میکنم که هم بحث سپر دفاع موشکی ایالات متحده در شرق اروپا
و هم در واقع قدرتیابی و نفوذیابی چین و روسیه در آسیا با توجه به آسیایی شدن قدرت و خیزش چین و هند در این منطقه میتونه در واقع یک تأمل بسیار جدی و نظری را در حوزه سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاره که در نهایت ترامپ تحت تاثیر استراتژیست ها یا اتاق فکر سیاست خارجی آمریکا مجبور شوه بحث ناتو را همچنان به عنوان یک گزینه روی میز خود داشته باشه و همینطور اتحادیه اروپا را به عنوان یک شریک قوی و نیرومند تجاری و اقتصادی مورد بازبینی قرار بده، چون قرارداد در واقع تجاری که بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وجود داشت عملا در روزهای آغاز کاری خود او را آقای ترامپ ملغا اعلان کرد. بنابراین من فکر میکنم که ترامپ در آینده نه چندان دور با چالش های بسیار جدی حتی از سوی همکاران خود و سوی حزب جمهوری خواه روبرو خواهد شد. بله خب درست است، اما ایران فراموش نکنیم که ترامپ انتقادات شدیدی را مطرح کرده بود، هم نسبت به قراردادهای تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا و هم نسبت به کارآمدی ناتو در سطح جهان. به هر حال درست است، اگر ما این فرض را بپذیریم که ترامپ برخواهد گشت به همپیمانی با متحدان اروپایی خودش، ولی باز هم موقعیتی نخواهد بود این موقعیت مانند موقعیتی که ما مثلا در زمان اوباما یا بوش داشتیم، تغییراتی خواهد داشت. این تغییرات چه خواهند بود؟ بدون شک می‌بینید قرارداد ترانس پاسیفیک که آقای ترامپ در روز اول کاری خود را ملغا اعلان کرد و ایالات متحده از او خارج شد و همینطور رابطه گرم را که در روزهای اول کاری خود با تایوان برقرار کرد و تنش در مناسبات آمریکا و چین را وجود آورده، یا در واقع بحث‌های داغی که امروز مطرح است و قرار است سفارت آمریکا از تلاویو به بیت المقدس انتقال پیدا بکنه، اینا هر کدام یک چالش جدی را برای یک بود سیاست خارجی آمریکا به وجود میاره، هم در حوزه سیاست بین الملل و هم در حوزه اقتصاد بین الملل. و همین دلیل است که ایالات متحده در برابر این مقاومت ها و واکنش هایی که شکل میگیره در نهایت به باور ما تسلیم خواهد شد. ببینید ایالات متحده آمریکا همواره از رژیم اسرائیل به عنوان یک سپر دفاعی و کمربند امنیتی در خاورمیانه یا به عنوان پایتخت خاورمیانه به زعم از اونها حمایت جانبدارانه و جدی داشته، ولی هیچگاهی نتانسته مقاومت مردم فلسطین و جنبش های مقاومت اسلامی را تضعیف بکنه، بلکه برعکس اینا روز به روز نیرومندتر شده و داعیه کشور مستقل فلسطینی امروزه حتی از سوی بسیاری از غربه ها و مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده. بنابراین وقتی که ایالات متحده علارغم اینکه قدرت هژمون بوده در مناسبات بین المللی نتانسته جنبش های مقاومت اسلامی را از پا در بیاره، این در عین زمان بوده که شماری از کشورهای اسلامی متاسفانه هم به روند سازش پیوسته بودند و اینا هم به خاطر خوش خدمتی به اسرائیل و آمریکا همسویی و هم نظری داشتند، اما محور مقاومت همچنان زنده، پویا و متحرک و به عنوان یک جریان تاثیرگذار در تحولات خاورمیانه تا کنون نقش بازی کرده. شما در نظر بگیرید وقتی که یک قدرت مثل چین که خواستار مدیریت چند صدایی در اقتصاد بین الملل می باشه و داره مشقی هژمونگرایی در سطح جهانی میکنه و راهبرد آسیا پاسیفیک آمریکا را با چالش روبرو کرده، در برابر ایالات متحده آمریکا شکل بگیره، چه اتفاقی در مناسبات بین المللی به خصوص در سطح هژمونی آسیایی و ایالات متحده آمریکا اتفاق خواهد افتاد؟ بنابراین برداشت ما است که سیاست های جنجالی را که آقای ترامپ در پیش گرفته ایالات متحده آمریکا را بیشتر با روند نزولی و افولی روبرو خواهد کرد و در نهایت ای بحث حتی میتونه به عنوان یک گمانه‌زنی جدی مطرح شود که ممکنه ایالات متحده آمریکا در یک مسیر قرار بگیره که در نهایت این مسیر امو فرایندی که برای اتحاد جماهیر شوروی باز تولید کرد برای ایالات متحده آمریکا هم به وجود بیاره. اگر ما تاریخ روابط بین الملل را مطالعه میکنیم به یک نکته دست پیدا میکنیم که قدرت های بسیار بزرگی بودند، امپراتوری هایی بودند که در اثر در واقع یک فرمانروای غیر عقلانی و سرنوشتشان به گونه با سقوط محتوم روبرو شدند. تاریخ دقیقا همین نکته را برای ما در واقع نظری مطرح میکنه. بله درست،
حالا در چنین وضعیتی بیشتر بیش از همه تکلیف خاورمیانه و افغانستان چه خواهد شد؟ چون عمدتا تحلیل این است که گرایش آقای ترامپ همونطور که از سخنرانی تحلیفش هم مشخص بود بیشتر معطوف به مسائل داخلی امریکاست و نگاه کمرنگ تری داره به مسائل بین المللی. البته ممکنه همونطور که گفتید در ادامه ممکنه این نگاه تعدیل شود، اما به هر صورت باید نگاه بکنیم تحولاتی مثل سوریه، مثل عراق و یا مثل افغانستان آیا به رقبا واگذار خواهند شد؟ ببینید، باور من است که استراتژیست های ایالات متحده آمریکا و سیاست گذاران حوزه سیاست خارجی در نهایت مجبور خواهند شد که در برابر ترامپ استادگی بکنند، چون برای اونا اون چی که مهم است در واقع منافع منطقه‌ای و جهانی ایالات متحده آمریکا است و ایالات متحده از نظر از اونا باید هژمونیشان بر نظام بین الملل همچنان پابرجا بمانه و تمام تلاش های آمریکا و حتی حمایت آمریکا از گروه های تروریستی معطوف به همین مسئله است که آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون باید اجازه نده که نظام چند جانبه گرایی یا نظام چند قطبی در روابط بین الملل شکل بگیره. به همین دلیل است که آمریکایی ها با توجه به اینمی هدف حقوق بشر نقض کرده، دموکراسی ها را ابزار برای سیاست خارجی خود قرار داده، از نظام های دیکتاتوری و خودکامه حمایت کرده، با گروه های تروریستی و حتی تکفیری همدست شده برای دستیابی به همی هدف خود و حفظ هژمونی جهانی خود. بنابراین حفظ هژمونی آمریکا برای جریان های فکری ایالات متحده و سیاست گذار ایالات متحده یک نقطه محوری می باشد. از آنجایی که حتی اقتصاد داخلی که آقای ترامپ مطرح میکنه با اقتصاد بین الملل امروز گره خورده و دیگه امکان نداره که ایالات متحده بار دیگه عصر انزواگرایی را تجربه بکنه، چون آمریکا عامل اصلی بسیاری از بحران های هست که امروزه منطقه را در بر گرفته و حتی نظام بین الملل از اون متاثر است. بحث سوریه بدون دخالت آمریکا ناممکن است. تحولات افغانستان، لیبی، عراق، یمن، بحرین در تمام از اینا رد پای ایالات متحده آمریکا وجود داره. اگر ترامپ جهان رها بکنه باور من است که جهان ترامپ رها نخواهد کرد. پس بنابراین ایالات متحده ناگزیر خواهد بود که عمو سیاست های قبلی را که طی چندین دهه توسط استراتژیست ها و همینطور اصحاب فکر و سیاست گذاری آمریکا با وجود آمده و ادامه پیدا کرده او مسیر ادامه بده، منتها با یک تعدیل. از این نظر برداشت من است که در افغانستان آمریکا در نهایت مجبور خواهد شد که بر رقبای منطقه خود نقش قائل شود و او سیاست که قبلا دنبال می کرد که اینا فقط در واقع تماشا بکنه و آمریکایی ها این منطقه را مدیریت بکنه، این سیاست آمریکا به باور من عقیم شده و آمریکا مشارکت کشورهای منطقه را همان گونه که در سوریه در نهایت تسلیم شد، در افغانستان هم ناگزیر خواهد بود که این روند جدید را مطمئن نظر قرار بده. در غیر از صورت باور من است که آمریکا در افغانستان با شکست قطعی روبرو خواهد شد و برای جلوگیری از این شکست قطعی خود آمریکایی‌ها در نهایت به کشورهای منطقه در تحولات افغانستان سهم خواهد داد. سپاسگزار هستم از حضور شما در این برنامه ساعت سیاسی. سلامت باشید. تشکر. از همراهی شما عزیزان بیننده هم متشکرم. تا برنامه بعد خدا نگهدار. سلامت باشید.